با اثر تلاش های خیرخواهانه معاون والی ولایت کابل، شرکت هوایی کامیر مبلغ 50,000 دلار آمریکایی را برای خانواده های شهدای رویداد طبیعی بغلان مساعدت نموده است. معاون والی ولایت کابل طی سفر به ولسوالی برکه ضمن دلجویی به خانواده های شهدای آن ولسوالی، این مساعدت را به خانواده های شهدا نیز توزیع کرد. مولوی محمد یونس مخلص معاون والی ولایت کابل و یک تن از بزرگان و مجاهدین ولایت بغلان طی سفر به ولسوالی برکه آسیب دیدگان سیلاب مدهش این ولسوالی را از نزدیک بازدید نموده است. آقای مخلص در این بازدید ضمن تسلیت به خانواده های شهدای سیلاب مدهش وعده همکاری های بیشتر به آسیب دیدگان سیلاب مدهش این ولسوالی داده است. در منطقه طول ساحو دیر از جمناسه هوا نو منګه د هوایی شرکت کامیر نه مننه کوو چې هغوی راغلل موږ سره دلته د شهیدانو پوښتنه یې وکړل او دوی ته نغده پیسې توضیح کړلې. همدا رقم د ملي سرمایدارانو نه تجارانو نه مو دغه هیله ده چې دوی هم د کامیر په سیر باندې راشي او دغه مظلوم ولس سره دغه سیلاب ځپلو خلکو سره پوره همکاري او اخلاص وکړي. همچنین مسئولین شرکت هوایی کامیر میگویند که به هر خانواده شهید مبلغ 300 دلار آمریکایی مساعدت شده است. به تعداد 88 فامیلی که شهید شده بودند در ولسوالی برکه، برازا ما مبلغ که ضرورت بود برازا از دست خود تقسیم کردیم و فعلا آمدیم به بغلان مرکزی. در هیجام تقریبا 80 فامیل های شهدای است که آمدیم که برازا توزیع خود که مبلغ عمومی مبلغ 50,000 دلار آمریکایی شرکت کامیر در نظر گرفته توزیع بکنیم. در همین حال مسئولان کمیته توزیع کمک ها در ولایت بغلان و شماری از مستفید شوینگان از تلاش های معاون والی ولایت کابل برای جلب کمک رسانی نهادهای خیریه و از مساعدت خیرخواهانه شرکت هوایی کامیر نیز قدردانی کردند. در ټول اهلی خیر حضراتونه هیله کو خواهش کو چې هغوی د خپل رسالت ادا کړي، خپل بشری انساني اسلامي رسالت دی ادا کړي، کوشش دی وکړي چې دغه کورنیو سره کومه حقو همکاري وکړي، کومک وکړي. از بزرگان امارت اسلامي کې د دې چند روزی کې آسیب بر یوزه ما رسیده، به فرد فردی ما رسیدگی نبودن، به اخیری توانشان زیاد زیاد سپاسگزاری میکنیم. این در حالی است که روند کمک رسانی از سوی امارت اسلامی برای آسیب دیدگان ولایت بغلان به شدت نیز جریان دارد.